یکی از این بناها دارالفنون بود که با همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر در 3 آذر 1230 شمسی بنیان گذاشته شد. تعداد محصلان دارالفنون در شروع کار 30 نفر بود و از میان همان دانشجویان رجال بیدارگر انقلاب مشروطه برخواستند و مشعل روشنگری و ترقی خواهی را به رغم مخالفت های استبداد و ارتجاع روشن کردند. اما بیدلیل نبود که انگام افتتاح دارالفنون مؤسس آن در باغ فین کاشان ایام تبعید را می گذراند و 13 روز بعد از افتتاح دارالفنون در همان باغ با توطئه مرتجعان و به دستور شاه مستبد به قتل رسید. نشتر مرا بیاور. رگ هر دو دستم را ببند. خون امیرکبیر نخستین بنیانگذار مدرسه و بنای آگاهی توی میهنمون خشکید و در زمین فرو رفت یا امیرکبیر هنوز میخروشه؟ اگر به صحنه امروز دانشگاه های ایران که دانشجوها جلودار یک قیام سراسری هستن نگاه بکنیم، جواب خودمون رو میگیریم. میبینیم که چطور اون خون و همینطور خون همه کسایی که در دانشگاه و برای دانشگاه، یعنی برای آزادی و آگاهی جان خودشون رو دادن، همچنان میجوشه، به طوری که حاکمیت سیاه آخوندها به رغم همه جنایتهایی که کرده و به توپ کشیدن خاک دانشگاه تحت عنوان انقلاب فرهنگی و نسل کشی دانشجوها هنوز نتونسته سنگر آزادی رو خاموش بکنه. نهم فروردین ماه 1359 در این روز حمله خونین و سراسری پاسداران و مزدوران خمینی به دانشگاه ها شروع شد. پس از این حمله دانشگاه های ایران از سال 59 تا 61 تحت عنوان انقلاب فرهنگی تعطیل شدند. هدف از این هجوم ها که در راستای تشدید دیکتاتوری ولایت فقیه انجام می شد سرکوبی و حذف نیروهای انقلابی و مشخصا مجاهدین بود که از حمایت گسترده مردمی بخصوص در بین دانشجویان و دانشگاهیان برخوردار بودند. بعد از بازگشایی دانشگاه ها نیز رژیم آخوندی تا 40% دانشجویان دانشگاه را به صحنه سپاه پاسداران و بسیجیان و وابستگان دستگاه‌های سرکوبگرش اختصاص داد و برای پذیرش بقیه دانشجویان هم آزمون‌های ویژه‌ای گذاشت تا در گام نخست از ورود دانشجویان مبارز به محیط‌های آموزش عالی جلوگیری کند و در گام بعد مانع شکل‌گیری فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنان در دانشگاه‌ها شود. در واقع می‌بینیم که خمینی در تبدیل دانشگاه به یکی از حوزه‌های تحت فرمان خودش از هیچ کاری فروگذار نکرد. اما بعد از سال‌ها اجرای این سیاست‌ها نه تنها آرزوی مرگ دانشگاه به دل‌هاشون موند، بلکه دوباره دانشگاه فریاد کننده شعارهای مقاومت شد. به راستی علت اینکه دانشگاه در برابر ایلغار خمینی خاکستر نشد چی بود؟ اجازه بدید که در جستجوی پاسخ این پرسش به یکی دو فراز از تاریخچه دانشگاه نگاهی بندازیم. در خرداد سال 1313 قانون اجازه تأسیس دانشگاه در تهران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. دانشکده فنی در امارت دارالفنون افتتاح شد و سنگ بنای دانشگاه تهران در اراضی جلالیه نصب گردید.
همزمان تالار تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران گشایش یافت. با اینکه اولین دانشگاه‌ها و مراکز علمی تو همون دهه دوم شمسی برپا شدن و اولین تحصیل کرده های این مدارس علمی و دانشگاه ها خیلی کم بودن، اما اولین هسته های تشکل های سیاسی برای مبارزه علیه دیکتاتوری از فارغ التحصیل های همین دانشگاه ها بودن. در سال 1316 شمسی 53 نفر از این افراد سیاسی که استاد یا تحصیل کرده همون دانشگاه ها بودن به وسیله دیکتاتوری رضاخان دستگیر شدن. یک فراز غیر منتظره و یک لحظه درخشش دیگر دانشگاه رو درست در خفقان‌آمیزترین روزهای دیکتاتوری فرزند رضاخان یعنی محمد رضا شاه پیدا می‌کنیم. شرایطی هولناک که باز هم هیچ کس انتظار خروش و جنبشی رو نداشت. در 28 مرداد 1332 دولت ملی دکتر محمد مصدق بر اثر کودتای ضد مردمی ارتجاع و استعمار سقوط کرد. کودتایی که آغاز دوره تاریک و دردناکی در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران بود. کودتای 28 مرداد سال 32 اصلا نفس کسی در نمیمد. ما توی دبیرستان، توی بازار، توی جامعه، همه جا شاهد بودیم که با وجود اینکه همه از ساقط کردن دولت ملی دکتر مصدق ناراضی بودن، اما همه میگفتن مگه میشه کاری کرد؟ چون صدای کسی نمیشد بلند بشه. شهریور، مهر، آبان و نیمی از آذر، تنها همین سه ماه و نیم از 28 مرداد تلخ و ننگین و از حاکمیت دیکتاتوری مطلق گذشته بود که دانشگاه به خروش درآمد و 16 آذر اولین حماسه بزرگ دانشجویی در تاریخ دانشگاه‌ها و در جنبش دانشجویی میهن ما آفریده شد. شونده آذر خیلی غیر منتظره بود، چون شاه فکر میکرد همه جا رو گرفته و به همه چیز مسلط شده. نه تنها شاه، بلکه همه فکر میکردن کور تا جنبشی بتونه سر بلند کنه. ولی خروش دانشگاه تهران میز دیکتاتوری رو به هم ریخت. در جریان این حرکت اعتراضی، سه تن از دانشجویان قهرمان به نام‌های بزرگنیا، قنچی و شریعت رضوی به ضرب گلوله مزدوران شاه به شهادت رسیدند و با خون خود پرچم مقاومت و آزادی‌خواهی را در دانشگاه‌های ایران اهتزاز درآوردند. از آن پس 16 آذر به عنوان روز دانشجو به روز مقاومت و اعتصاب علیه دیکتاتوری تبدیل گردید. We'll be right back.
خب بینندگان گرامی، هموطنان عزیز و به خصوص دانشجویان دلیر و آگاه، هفته اعتراض و تظاهرات ضد حکومتی به مناسبت گرامی داشته 16 آذر از همین امروز شروع شد.